حرکت اعتراضی مردم معترض نجف آباد با شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر بشار اسد قاتل، تجمع کارگران کیانتایر در مقابل دفتر آخوند روحانی، درگیری مردم محله کوی قدس شیراز با ماموران سرکوبگر انتظامی، اعتراض بازنشستگان زوباهن و فولاد اصفهان، تجمع اعتراضی مربیان پیشدبستانی در مقابل مجلس ارتجاع، اعتراض مردم شهرک جدید پرند در اتوبان تهران ساوه، حرکت اعتراضی خانواده‌های کارگران بازداشت شده کارخانه گازکربنی که شهر کرد، اعتراض جوانان جویای کار مهاباد، تحصن کارگران اخراجی شرکت پونل در پاکدشت تهران، اعتراض کارگران شهرداری دیواندره در استان کردستان، تجمع بازنشستگان شرکت زغالسنگ کرمان، آتش زدن چاپخانه سازمان موسوم به تبلیغات اسلامی رژیم در شهر کرد، اعدام یک زندانی در اهواز. جمعی از مردم معترض نجف آباد با شعارهای ضد حکومتی علیه اخاذی رژیم آخوندی اعتراض کردند. آنها در مقابل نمایندگی ایران خودرو تجمع کردند و از اینکه به رغم پرداخت 80% قیمت پژو خودروهایشان را تحویل نمی‌دهند اعتراض کردند. تجمع کنندگان همچنین شعار می‌دادند: مرگ بر بشار اسد قاتل. کارگران کیانتایر در مقابل دفتر ریاست جمهوری رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. ۴۰۰ تن از بازنشستگان زوباهن و بازنشستگان شرکت فولاد اصفهان در مقابل کانون بازنشستگی فولاد شهر واقع در محله بهدوست تجمع کردند. آنها خواهان پرداخت 3 ماه حقوق عقب افتاده شدند. کارگران اخراجی شرکت پونل در پاکدشت تهران تحصن کردند. این تحصن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات عقب افتاده صورت گرفت. خانواده های کارگران بازداشت شده کارخانه گازکربنی که شهر کرد در مقابل دفتر نماینده خامنه‌ای در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان آزاد شدن بستگان زندانی خود شدند. این تجمع اعتراضی تا ساعت 21 شب گذشته ادامه داشت. در تجمع اعتراضی کارگران گازکربنی که شهر کرد در روز یکشنبه، ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی تمامی تجمع کنندگان را بازداشت کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به محله کوی قدس شیراز تهاجم کرده و اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از منازل مردم کردند. به دنبال آن، عده‌ای از ساکنین آپارتمان‌های کوی قدس با ماموران سرکوبگر درگیر شدند. مردم سپس در مقابل کلانتری گلدشت معالی‌آباد تجمع کردند و به این اقدام سرکوبگرانه اعتراض کردند. جمعی از جوانان جویای کار مهاباد در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از استخدام کارگران بومی در کارخانه پتروشیمی مهاباد در مقابل دفتر این کارخانه تجمع کردند. شماری از مردم خشمگین تهران روز سه‌شنبه 12 شهریور در اعتراض به اخاذی ایادی رژیم از طریق پروژه موسوم به مسکن مهر در مقابل شرکت عمران شهرک جدید پرند در اتوبان تهران ساوه تجمع کردند. تجمع کنندگان مصرانه خواستار تحویل گرفتن واحدهای مسکونیشان قبل از شروع به کار مدارس و آغاز فصل پاییز شدند. کارگران شهرداری دیواندره در استان کردستان در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از بیمه کردن کارگران در مقابل شهرداری تجمع کردند. در کرمان بازنشستگان شرکت زغالسنگ در مقابل صندوق امور بازنشستگان فولاد این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان خواهان پرداخت 4 ماه حقوق عقب افتاده خود شدند. به گزارش دریافتی،
چاپخانه متعلق به سازمان موسوم به تبلیغات اسلامی رژیم آخوندی در شهر کرد به آتش کشیده شد. به گفته ماموران آتش نشانی، آتش سوزی بعد از صدای انفجار 3 ساعت طول کشید. این منابع گفتند این حادثه عمدی بوده است. رژیم آخوندی روز سه‌شنبه یک زندانی جوان را در زندان کارون اهواز به دار آویخت.